بخش دوم برنامه هست و همچنان در خدمت شما هموطنان خوب ما هستیم. این بخش برنامه آقای موسی کوهزاد، کارشناس توریسم و گردشگری در برنامه با ما هست و طبق معمول و در ادامه سلسله بحث‌های هفته های گذشته که ما داشتیم درباره گردشگری و صنعت توریسم، این هفته خواستیم بیشتر درباره فواید اجتماعی فرهنگی که میتونن این صنعت داشته باشه صحبت بکنیم، چون هفته گذشته اگر شما از آن بیننده و شنونده بوده باشید درباره اثرات خوب اقتصادی که میتونه این صنعت در زندگی مردم و در کل در یک کشور داشته باشه صحبت کردیم و این هفته روی مفیدیت ها و فواید اجتماع فرهنگی صنعت گردشگری صحبت میکنیم. آقای کوهزاد سلام، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدیم به برنامه. سلامت باشیم. خب آقای کوهزاد، در ادامه سلسله برنامه ها بحث هایی که قبلا داشتیم، اگر شما در ابتدا یک مقدمه داشته باشین از این که فواید اجتماعی توریسم چیست؟ در قسمت فواید اجتماعی توریسم از دو منظر قابل بحث است، چون به خاطر زمانی که دو منظر میگیم دو مبدأ و مقصد جغرافیایی باید در نظر گرفته شود. در قسمت اثرات اجتماعی توریسم هم اثر اجتماعی در جامعه مبدأ کسی کشوری که گردشگر فرست باشه یا گردشگر با جاهای دیگه میفرسته داره و هم در کشور مقصد یا ناحیه‌ای که در اونجا جاذبه ها وجود داره، در اونجا مقصد گردشگری هست، در اونجا هم اثرات خود را داره. ما شما از منظر ای که چه اثراتی در کشور گردشگر فرست داره ما شما بحث نمیکنیم، خیلی بخش مجزا هست، بحث زیاد داره، چون ما شما زیادتر تمرکز به این هست که صنعت گردشگری در کشور ما شما نهاده نشوه. از منظر از این بحث میکنیم که مفیدیت های یعنی صنعت توریسم از دیدگاه اجتماعی فرهنگی در کشور ما شما چی هست؟ کشوری که به اصطلاح میزبان هست یا کشوری که مقصد هست. به این خاطر ما و شما زمانی که میاییم روی اثرات اجتماعی یک پدیده بحث میکنیم یا مثل صنعت توریسم بحث میکنیم، اول باید ما خواص یک جامعه خوب یا جامعه توسعه یافته یا جامعه که نسبت به یک جامعه دیگه شرافت داشته باشه، بهتری داشته باشه، این باید بشناسیم. کدام یک جو باز دوباره ای را بررسی میکنیم با صنعت توریسم که صنعت توریسم چی مفیدیت داره در توسعه بخش اجتماعی. در قسمت توسعه اجتماعی توریسم خیلی نظرات مثبت و منفی وجود داره. البته در کل ما شما فعلا روی مفیدیت ها بحث میکنیم، زمانی که میایم روی بودی منفیش بحث میکنیم بازو زمان بحث مدیریتی میشه. فقط فعلا روی بحث خود مدیریتش نیست، فقط روی اثرات و مفیدیت های صنعت توریسم در قسمت اجتماع هست. یک جامعه زمان جامعه خوب است، زمان پیشرفته هست یا جامعه ایدئال یک مردم هست که اول از دیدگاه ارتباطی باید یک ارتباط خوب داشته باشه. بله. زمانی که دایره ارتباطی رو ما بحث میکنیم، یک بحث دایره ارتباطی بیرون میشه با کشورهای دیگه، با جامعه دیگه، و یک هم بحث داخل ارتباطی میشه، مردمش با یک دیگه چگونه ارتباط داره، شهروندانش با یک دیگه چگونه ارتباط داره. به این خاطر یکی از ویژگی هایی که ما و شما در قسمت اجتماع باید تقویت شوه باید بحث ارتباطات هست. و این گردشگری روی ارتباطات بسیار تأثیرات مثبت داره، چون به خاطر که ما و شما خود پدیده گردشگری را منبع روابط حسنه بین کشورها یاد کرده و اکثر از کشورها به دنبال صلح بین المللی از طریق توریسم هست. مگر ما زمان میتونیم که صلح بین المللی را در کل به وجود بیاریم که مردم با یکدیگر آشنا شوند، نه اینکه تنها دولت ها با هم آشنا شوند، گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک داشته باشه. زمانی که مردم با هم دیگه آشنا شد، مردم با هم دیگه در ارتباط شد، او زمان مگر ما به صلح بین المللی دست پیدا میکنیم. یک فاکتوری هست که در قسمت فواید اجتماعیش هست. فاکتور دوم، زمان یک جامعه خوب هست، ایدئال هست و ما میتونیم یک جامعه خوب بگوییم که از دیدگاه اقتصاد پیشرفته باشه. قسم ما و شما در برنامه های قبلی بحث کردیم مزیت های اقتصادی توریسم سبب میشه که این کشور از دیدگاه اقتصادی توسعه پیدا بکنه. و موضوع سوم موضوع آموزش هست. جامعه خوب هست یا اجتماعی خوب هست که در اونجا آموزش باید
سطحش بالا باشه، ارتقا داشته باشه. خود توریسم منبع آموزش های ما، اگر از دوران قدیم توریسم در نظر بگیریم، یکی از علت های اساسی توریسم این بوده که حکومت مدارا افراد خاص حکومتی رو به حکومت دیگه میفرستاده تا اینکه بره حکومت داری ریاض بگیره، شیوه حکومت داری ریاض بگیره. و فعلا در جامعه فعلی اگر در نظر بگیریم، از دیدگاه دانش و تکنولوژی خود بحث آموزش بسیار بحث مهم هست. زمانی که مثلا گردشگرا از یک کشور مثلا در کشور افغانستان میآید، زمانی که مردم بازی ایده ها، مفکوره ها، توانایی های از یا میبینه، خود به خود سبب از این میشه که تشویق شوی مردم که بر آموزش های بهتر فرا بگیره، تلاش به این میکنه که آموزش های استاندارد رو داشته باشه که برای مردم خدمات ارائه بکنه. این سومین فاکتورش است. و چهارمین فاکتوری یک اجتماع خوبیشی است که باید صحتمند باشه این جامعه. و صحتمندی را امروز از منظر از یک ما چگونه محیط خود را اداره میکنیم، چگونه مثلا در امکانات صحی خوب دسترسی پیدا میکنیم، این از این دیدگاه هست. به این خاطر ما در قسمت فواید اجتماعی توریسم گفته میتونیم که توریسم بسیار مفیدیت های خاص داره. مفیدیت های خاصش به این است که اول توسعه خدمات به وجود میاد. شما ببینین اگر توسعه خدمات رو ما از ابعاد مختلفش در نظر بگیریم، مثلا در قسمت شهرسازی توسعه پیدا میکنیم، در قسمت صحی توسعه پیدا میکنیم، در قسمت روابط بین افراد، فرهنگ ها، کشورها توسعه پیدا میکنیم. و زمانی که این مسائل توسعه به وجود آمد، خود به خود ما به این پی میبریم که از دیدگاه اجتماعی خیلی فایده داره، رفاه عمومی رو بیشتر میکنه. ما قسمی که در برنامه های اول هم گفتیم، رفاه اجتماعی به این مفهوم است که همه جا تلاش به این میشه که امو خدمات استاندارد امو نقاط باید برسه. به این خاطر فواید اجتماعیش در قسمتی هست که ما شما زمانی که نهادینه بکنیم این مفیدیت ها را داره. بدون شک موضوعات بسیار خوب را جناب آقای کوهزاد اشاره کردن. خیلی زیبا بیان کردن آقای کوهزادی که بدون شک دولت ها و حکومت ها با هم روابط دیپلماتیک که باید داشته باشن و دارن، یکی از فواید بسیار مهم را که اشاره کردن از فواید اجتماعی، یکی مردم عام با مردم عام یک کشور با کشور دیگه آشنایی پیدا میکنن، یعنی آشنایی مردم با مردم هست، ارتباطات در داخل برقرار میتونه. در قسمت فاید فرهنگی که ممکن است این گردشگری و این صنعت داشته باشه هم اشاره بکنید. بله، در قسمت شما ببینید، در قسمت فاید اجتماعی یک نکته دیگه هم اشاره بکنم چون خیلی حیاتی هست، به خاطر تصویر سازی یک کشور. ما شما زمانی که در افغانستان تصویر منفی به بیرون داده شده، از کجا داده شده؟ ای از مراجعی داده شده که نمیخواد افغانستان توسعه به وجود بیاید. زمانی که مردم مثلا کشورهای غربی، کشورهای اروپایی، کشورهای عربی، هر کشور دیگه، اگر مردمش در افغانستان بیاید، شاید چهره دیگه ای رو از افغانستان بگیره. این فایده را هم داره، به خاطر تصویر سازی ما میتونیم استفاده بکنیم. و در قسمت فواید فرهنگی، خود توریسم در قسمت دیدگاه فرهنگی بسیار زیباست، بسیار خوب است. به این خاطر ما شما از دیدگاه فرهنگ چند مؤلفه را باید در فرهنگ بشناسیم تا بفهمیم که در قسمت فرهنگ ما چیگونه آسیب پذیر هستیم، یا هی که آسیب پذیر اگر نیستیم باید در معرض آسیب پذیری هم قرار نگیریم. اول این است که تقابل فرهنگی، یکی از معضلات بسیار بزرگی که فعلا در جهان وجود داره تقابل فرهنگی است. تقابل فرهنگی به این مفهوم، هیچ کشوری نمیخواد فرهنگ کشور دیگر بپذیره. و زمانی که این تقابل فرهنگی به وجود آمد، خودش منشی یزی است که کشورها از هم فاصله بگیرند، مردم از هم فاصله بگیرند، اختلاف ها زیاد شود. در قسمت تقابل فرهنگی صنعت توریسم، ما اگر گردشگری فرهنگی رو بروی کرد مدیریتش بحث بکنیم، هیچ چیزی به نام تقابل فرهنگی وجود نداره. چگونه وجود نداره؟ در اینجا یک چیزی به نام احترام فرهنگی است. در منشور گردشگری بین المللی ما شما اگر در نظر بگیریم، در اونجا یکی از ماده های اساسی شیمی است که هر گردشگری که به هر کشور میره احترام به فرهنگ از او کشور واجبه. به این مفهوم اگر یک آمریکایی مثلا در افغانستان میاد، فرهنگ افغانستان رو باید احترام بکنه. فرهنگ افغانستان چی است؟ دینش هست، زبانش هست، مذهبش هست، رفتارش هست، پوششش هست، هر چی که هسته باید احترام بکنه. به همین لحاظ هستن که مثلا گردشگرا زمانی که میان بسیار به خوشی خوش مثلا چادر در افغانستان سر میکنن، یا یکی حجاب رو مراعات میکنن. به این خاطر این منشور بین المللی فرهنگی در این قسمت واضح بیان شده.
حتی در گردشگری های طبیعی هم مثلا زمانی که ما شما اکوتوریسم را بحث میکنیم، یکی از اصول گردشگری طبیعی یعنی می هسته که به فرهنگ های محلی باید احترام گذاشته شود، اجر داده شود، مثلا بر از او قدر کنه، احترام بکنه، به این خاطر در قسمتی است. این تقابلات فرهنگی را کم میکنه. و موضوع دیگه ای است که اکثر از کشورها مورد تهاجم فرهنگی قرار میگیره. ما در کشور ما شما همین حالت های اتفاق افتاده و چندین بار حتی ما در قسمت تهاجمات فرهنگی داخلی هم هستیم. شما ببینید اگر زمانی که شوروی در افغانستان آمد، ببینید فرهنگ ما شما کاملا تغییر کرد. شما از دیدگاه پوشیش، حجاب، لسان، تمام موضوعات را اگر شما اون زمان در نظر داشته باشین، دیده باشین، تغییر کرد. به خاطر چی؟ در قسمت فرهنگ یک اصل است که فرهنگ هایی که قوی باشه فرهنگ های ضعیف از بین میبره. این مورد تهاجم فرهنگی قرار میگیره. و بعد از او اگر مثلا کشورهای غربی در افغانستان هم آمد، همین قسمی است. و فعلا مثلا در حتی ببینید در تغییر حکومت ها در افغانستان فرهنگ تغییر میکنه. بسیار یک چیز ساده است، پوشش تغییر میکنه، سر و صورت تغییر میکنه، تمام کردارها و رفتارهای ما شما تغییر میکنه. به خاطر چی تغییر میکنه؟ که ما شما اصالت فرهنگی رو تا نظر دست پیدا نکنیم. توریسم یگانه خوبیش ای است که میگه از اصالت های فرهنگی هر منطقه با خاصیت خود از منطقه باید حفظ شد. اگر مثلا 20 سال پیش در افغانستان یک رواج وجود داشته، اون رواج فعلا حفظ شد. چرا؟ به خاطر از اینکه اکثر مردم عاشق دیدن همون فرهنگ هست. شما اگر ببینید در کشورهای بسیار متنوع مثل هند، در هند به اندازه تنوع فرهنگی هست، به اندازه تنوع فرهنگی است که حتی از دیدگاه ادیان بالاتر از چندین دین در اونجا وجود داره. هر کس هم دین خود حفظ میکنه. به خاطر چی حفظ میکنه؟ این اصالت فرهنگیش هست. او رسیده به موضوع اصالت فرهنگی. ما شما هم زمانی که توریسم را مثلا یک از مفیدیت های و خوبی های توریسم در کشور یه هست که ما به اصالت فرهنگی میرسیم. به اصالت فرهنگی که رسیدیم، هر فرهنگ دیگر احترام میکنه. شما ببینین امیال ما از دیدگاه مثلا تقابلات فرهنگی بین امی ولایت هم هست، مثلا شرقی، جنوبی، مرکزی، غربی، اینا تقابلات وجود دارد. اگر توریسم در این مناطق رشد بکنه، مثلا روابط عادی بین فرهنگ های مثل کشور ولایت های شرقی بیان در مرکزی، مرکزی برن در غربی، غربی برن در شرقی، زمانی که با هم آشنایی پیدا کردن، اون زمان تقابل فرهنگی کم میشه، اصالت فرهنگی و احترام فرهنگی به وجود میاد. به این خاطر اکثر از کشورها در قسمت گردشگری فرهنگی به این نظر هستند، به این نتیجه رسیدن که ما میتونیم مزیت فرهنگی توریسم را در کشور نهاده نبکنیم تا اینکه همه فرهنگ ها حفظ شد، همه فرهنگ ها مثلا قابل احترام باشد، تکریم باشد. به این خاطر در قسمت فرهنگ هم بسیار مزیت های فراوان داره صنعت توریسم. بله. خب آقای کهزاد، شما همچنان که اشاره کردین روی توریسم فرهنگی و اجتماعی، خب توریسم های هم دیگر هم داره مثل باستانی و ورزشی. خب در افغانستان کدام از این توریسم نهاده نشده و مردم از کدام زیادتر استقبال کرده؟ فعلا در قسمت نهاده نشدن نوعیت خاص در افغانستان هیچ نهاده نشد. به این مفهوم هیچ نهاده نشده به خاطر که فهمش از گردشگری وجود نداره. زمانی که فهمش وجود نداره، نداشته باشه، روی کردهای مدیریتی وجود نداشته باشه، پلانهای استراتژیک در هر نوع توریسم وجود نداشته باشه، در اونجا نهادینه هم نمیشه. در کشورهایی که روی توریسم کار میکنه، روی هر نوع توریسم پلان داره، استراتژی داره، طرز العمل داره، لایحه داره. و همچنان در قسمت مدیریتیش تخصصی ترین افرادی که نسبت به اون نوع توریسم هست به اونجا جاگزینی میشه تا اینکه نهادی نشد. در افغانستان فعلا یک گفته میتونیم که مدیریت ها حالت افاقی داره، نه یکی مدیریت استراتژیک. یعنی اگر گردشگر میآیند به صورت اتفاقی از یک مرز وارد میشه، یا مثلا از یک کشور میآیند وارد افغانستان میشه، به صورت اتفاقی در افغانستان گردش میکنه، به صورت اتفاقی خارج میشه. اصلا هدف و انگیزه گردشگر تا روز در افغانستان کس پرسان نکرده که تو به خاطر چی اومدی، به خاطر مثلا کدام نوع گردشگری در افغانستان آمده. به این خاطر پرسان نمیشه در افغانستان که هنوز فرهنگش وجود نداره. یعنی تنوع فرهنگی، تنوع گردشگری هنوز در داخل افغانستان مجزا نیست. هر کس که از توریسم بگیم فقط یک چیز به فکرش میرسه که یک کسی از خارج بیاید در افغانستان گردشگری اتفاق بیفته، در حالی که گردشگری نیست.
گردشگری خیلی ابعاد فراوان داره. مثلا ما گفتیم گردشگری دخولی در داخل خود کشور بسیار نقش کلیدی داره. به خاطر از تنوع گردشگری در افغانستان تا نظر نهاده ننش. ولی بسیار اصطلاحات عادی وجود داره. یکی از راه های نهاده نکردن این فرهنگ هم آقای گوزاد همین آگاهی دهی است که مردم بیشتر درباره فواید و آثار مثبت که میتونه داشته باشه صحبت بکنیم. صحبت بسیار خوبه در قسمت آثار و فواید که میتونه در قسمت اجتماعی و فرهنگی می داشته باشه صحبت کردیم. میتونه در قسمت محیط زیست هم مؤثر باشه و تاثیرگذاری داشته باشه. بله. در قسمت ما و شما گردشگری با محیط زیست در هماهنگی کامل هست و همچنان ما گردشگری رو بدون محیط زیست نداریم و محیط زیست رو بدون گردشگری. ما زمانی که بحث محیط زیست میاین اینجا محیط اکولوژیک میشه، مثلا تنوع زیستی میشه، محیط های شهری میشه، محیط های روستایی میشه، تمام محیط رو ما شما در نظر میگیریم در قسمت محیط زیست. و گردشگری گفتیم با محیط زیست بسیار همسان است. زمانی که همسان باشه در کشور یا مفیدیت هایش برای کشور این هست که باید شاخص های محیط زیستی در کشور تطبیق شد. به این خاطر شاخص ما زمانی که میگیم مثلا ویو یا نمایشی که مثلا در قسمت محیط زیستی داشته باشه در هر کشور مراد شد. شما ببینید در کشور مثل اسپانیا، ترکیه، ایتالیا، کشورهایی که در قسمت گردشگری کار میکنه، یک منطقه خاص را زمانی که ببینید یک نوع ساختمان وجود داره. بله. و در قسمت نوعیت ساختمان سازیش پیش از پیش بر از او طراحی شده که تو چنین نوع ساختمان را بساز. مثل از کشور ما شما اتفاقی نیست یک نفر 1000 منزل بزنن، یک نفر دیگه 2 منزله در پالویش بزنن، بگه یه ویوی شهری شد. این قسمی نیست. دو زمانی که یک شهر را در او کشورها میسازن از دیدگاه محیط زیستی چه رقم میسازن؟ اول پارکش کجاست؟ باید در یک منطقه یک مردم زندگی میکنه، آرامش فکری داشته باشه، روحی داشته باشه، برای تفریح ضرورت داره، باید در کجا بره؟ بله. محیط پارکش در نظر گرفته میشه، فضای سبزش در نظر گرفته میشه، نوعیت ساختمانش در نظر گرفته میشه، همه شاخص ها در یک منطقه در نظر گرفته میشه بعد ساخته میشه. بله. این در قسمت محیط زیست بسیار تاثیرگذار هست. ما مثلا آلودگی ها رو کاهش میده، تلاش میکنه به جاهای دیگه ای برن و از دیدگاه محیط زیستی. این شاخصی هستن در قسمت ساختمان سازی. شاخص تعیین میکنه به خاطر یک گردشگر زمانی که بیاید در یک محیط اکولوژیک چگونه رفتار بکنه. در محیط اکولوژیک در جاهایی که مثلا حیات وحش هست اونجا قید میکنه، حتی سر و صدا کردن گردشگر در اونجا غیر مجازه. به این خاطر غیر مجاز است که ممکن حیات وحش از اونجا فرار بکنه. بله. ولی در کشور ما شما کجا کدام شاخص وجود داره؟ تا هنوز وجود نداره. از دیدگاه محیط زیستی هم بسیار مفیدیت داره. ما اگر بخوایم که توریسم را نهادینه بکنیم باید اول روی این استراتژی ها باید کار شه. در قسمت محیط زیستی مثلا که زمانی که بخواید یک محیطی مثلا فرهنگی را باستانی را در ساحه یک محیط باستانی در نظر بگیریم، ساحه باستانی را میگه چقدر دور از این ساحه باستانی باید خانه ساخته شود، چقدر دور باید هتل ساخته شود، موتر تا چه اندازه بره. شما اگر در کشور هند مطالعه بکنین زمانی که در تاج محل مردم میره خیلی از راههای دور دیگه اجازه نداره با کفش داره وارد تاج محل شه. به خاطر چی؟ به خاطر میگه این تخریبات محیط زیستی به وجود میاد، این ساحه از بین میره. و این خاطر مفیدیتش به خاطر حفاظت بسیار خوب است. یک سوال اساسی که ما شما همیشه در رسانه ها پرسش میشه و غیر رسانه ها هر کس از خود میپرسه، چرا در افغانستان تا هنوز در منابع طبیعی و منابع فرهنگی حفظ نمیشه؟ هر روز در حال تخریب است. هر روز رسانه ها گزارش میده فلانی آثار باستانی در حال تخریب، فلانی آبده تاریخی در حال تخریب، فلانی محیط زیست در حال تخریب، فلانی حیات وحش در حال شکار. بله. چرا یعنی اتفاقات میفته؟ به این خاطر که تا هنوز از دیدگاه محیطی استراتژی طراحی نشده، تا هنوز را هیچ کس پی نبرده که مفیدیت یمزی چی است، کارای یمزی چی است. آثار باستانی را فکر کرده که یک چند روز همینج هست شاید از بین بره، هیچ کارایی بر از من نداره. و زمانی که کارایی بر یک منطقه نداشته باشه حفاظت نمیشه. کارایی زمانی که پیدا شه و خود مردم محلی علاقه من به این میشه حفاظت شه. خود مردم محلی شما ببینین یک پارک مثلا در یک نقطه از کابل وجود داشته باشه، کارایی نمیزی پارک اگر مثلا آیدزا باشه، محیط مناسب داشته باشه، خود مردم علاقمندی به این میکنه که دیگه اینجا اشغال نریزه. اگر پارک رو ببینیم که مثلا پارک ها در افغانستان فعلا زیاد هست، ولی پارک هایی هست که کارایی نداره، هر کس میره هر گونه آلودگی رو در اونجا به وجود میاره،
مشکلات را هم به وجود میارن به این خاطر. توریسم از دیدگاه محیط زیستی هم استراتژی باید طراحی میکنه در قسمت محیط زیست که چگونه ساختمان ساخته شود، چگونه محیط اکولوژیک حفظ شود، چگونه حیات وحش حفظ شود، چگونه مردم در ساحات رفتار بکنن، گردشگرا رفتار بکنن. به این خاطر این بسیار مفیدیت بالا داره در قسمت حفظ محیط زیست. بدون شک خیلی عالی صحبت کردیم جناب آقای گوزاد. بدون شک انشالله که هموطنان بسیار خوب ما هم در این قسمت بیشتر متوجه باشن فواید و آثار خوبی که میتونست گردشگری و این صنعت روی اجتماع، فرهنگ و محیط زیست داشته باشن. آقای گوزاد بسیار مفصل و خوب صحبت کردن، از حضور شما خیلی تشکر. انشالله ادامه این صحبت ها را و بحث ها را در هفته های بعدی انشالله خواهیم داشت. انشالله که شما هموطنان خوب ما همچنان دنبال بکنید. آقای گوزاد از حضور شما خیلی تشکر.